سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم که در مورد میدون‌ها با هم دیگه هم تمرین کنیم، هم من توضیحاتی رو بدم خدمتتون و هم این که ببینیم که میدونی که دوتا خط داره رو چی کار باید بکنیم، کجا باید وایسیم، چجوری باید فرمون بدیم، کی راهنما بزنیم. اینا مواردی هستش که بچه‌ها توی میدون باید ما حتماً مد نظر بگیریم. یه میدونی هست اینجا توی هانوفر که خیلی از راننده ها تا اونجایی که من اطلاع دارم از ترسشون وارد نمیشن به این میدون. حالا چیز سختی هم از نظر من نیست، حالا شاید چون من بلدم اینجوری به نظر میرسه، ولی اینو من از خیلی ها شنیدم که خیلی ها وارد همین جایی که الان من دارم میرم نمیشن، یعنی نمیدونن چی کار بکنن. خیلی از دوستان دیگه هم برای من پیام فرستادن که میدونایی که دوتا خط داره رو مشکل دارن. بنابراین من گفتم که این میدون امروز براتون فیلمش رو بگیرم. البته میدونای دیگه هم هست که حتما این کار رو خواهم کرد، فیلمش رو میگیرم براتون میذارم. نگاه کنید بچه ها، اینجا سه تا خط داریم، دوتا سمت چپی که وسطیش من هستم برای مستقیم رفتنه و سمت راستی برای کسانی که خارج میشن از شهر و داخل اتوبان میشن. نگاه کنید، الان من دو تا خط دارم قبل از آمپل. وقتی که وارد میدون که زیر پل هست میشم، باید تو این خط سمت راست قرار بگیرم، به خاطر اینکه باز هم دو تا خطه. حالا من سعی میکنم اول یه بار از میدون خارج بشم، بعد یه بار هم توی میدون بمونم که ببینید داستان چجوری میشه وقتی ما تو لاین خط تو لاین سمت راست هستیم. خب راهنما اونو میزنیم وقتی هم میدون خارج میشیم، راهنما باید سمت راست بزنیم بچه‌ها. حالا من باید اینجا یه جا رو پیدا کنم، اون کیغن بکنم، برگردم و مجدداً به شما از اون طرفش رو نشون بدم. خب حالا من اومکرن کردم، دوباره برگشتم، میخوام وارد میدون شم. دوباره مثل همون موقع که دوتا خط بود، اینجا هم دوتا خطه و من توی سمت راستیش هستم و من میخوام داخل میدون بمونم. یعنی یه دور توی میدون میزنم و بعد خارج میشم. خب نگاه کنیم بچه ها، وقتی که من اینجا توی خط سمت راست هستم و میخوام توی میدون بمونم، اینجا از روی خط رد میشم، باید راهنما بزنم و مواظب باشم که کسی بغلم نباشه، چون کسانی که خط عوض میکنن به هیچ عنوان حق تقدم ندارن. نگاه کنید اینجا من اجازه دارم خط عوض کنم و داخل میدون بمونم، ولی باید مواظب بغل دستیم باشم. کسی که بغل دست منه حق تقدم داره اگه میخواد خارج بشه از میدون و بره داخل اتوبان بشه. نگاه کنید یه بار دیگه من اینجا رو براتون میگیرم، دقت بکنید. الان ماشینی که بغل دست منه اگر بخواد از میدون خارج بشه، اول باید اون بره. نگاه کنید اون الان خارج میشه، من داخل میدون میمونم، آینه شوتابیلی کمو میکنم و همچنان باز نگاه کنید توی میدون موندم. به همین راحتی داستان بعضیا اینجا بوق میزنن، حتی تصادفاتی رو من اینجا دیدم که به خاطر خط عوض کردن همه فکر کردن حق تقدم با اوناست، در صورتی که منی که اینجا الان باز تو میدون میخوام بمونم خط عوض میکنم، باید به اون یکی حق تقدم بدم. و نکته بعدی این که من هر وقت میخوام از میدون خارج بشم، یعنی در حقیقت تمام راننده ها که میخوان از میدون خارج بشن، باید حتما سمت راست راهنما بزنن. من اینجا خارج میشم، به بقیه اعلام میکنم، ماشین بغل دستیم هم راه نما زده، اعلام کردیم به هم دیگه که میخوایم خارج بشیم، خارج شدیم و تمام و دیگر بقیه میدونن که هدف ما چی هستش. حالا چند تا میدون دیگر هم الان براتون ضبط میکنم میذارم. این میدونی که الان براتون گرفتم خیلی مهم بود بچه ها و دوست داشتم که بدونیم که چی کار باید بکنیم، چون خیلی ها گفتن که این کار رو بکنم، من این فیلم از همین اینجا رو براشون بذارم. ولی کوتاه بود، ولی فکر میکنم که مفید بوده باشه. حالا الان میدونای بعدی رو میرم براتون توضیحاتشون میدم. سلام مجدد بچه ها، یکی از میدونای دیگه ای که من صلاح دیدم براتون ضبطش بکنم اینه که
این میدونیه که الان بهش میرسیم. نکته‌ای که در مورد میدونا باید هممون بدونیم اینه که موقعی که میخوایم وارد میدون بشیم، راهنما زدن ممنوع هستش. اینجا تو قانونشون برای ما قبل از این که بیایم توی رانندگی توی تئوری به ما گفتن و ما یاد گرفتیم که توی میدون وقتی میخوایم وارد بشیم به هیچ عنوان نباید راهنما بزنیم. تا میرسیم به میدون سر امتحان من به بچه‌ها میگم مثلا سایت آوسفارن یعنی دومی خروجی رو بریم بیرون، سریع اینجا راهنما میزنه اول سمت چپ که اصلا این راهنما ممنوعه. حالا من ماشین پشتم نیست، یه دقیقه وایسادم چون امروز تعطیل یک شب است، کسی تو خیابون زیاد نیست، براتون یه توضیح بدم. این از راهنما بچه‌ها. مطلب دوم این که اشتباهی که بچه‌ها میکنن، عوض این که بیایم اینجوری سمت راست مثلا ماشین رو نرمال قشنگ به سمت آیلای سمت راست قرار بدیم، میرن سمت چپ ماشینا قرار میدن. وقتی شما سمت چپ ماشینا قرار بدین بیشتر باید فرمون بدین. بنابراین میایم اینجا سمت راست، سمت چپمون رو نگاه میکنیم کسی نیست، یه کوچولو فرمون میدیم، دوباره اینجا سمت راست راه نما میزنیم، عابر پیاده است، نگاه میکنیم کسی نیست، تابلوی سیتایی رو میبینیم و میریم. بچه ها وقتی اینجا توی این میدون هستن یا امثال این میدون، همین که وارد میدون میشن تا میبینن یه ماشینی از سمت راست میاد، سری میزنن رو ترمز. که من میگم که چرا زدی رو ترمز مثلا؟ میگه ماشین داره میاد. میگم خب اون ماشین وقتی ما تو میدون هستیم که اجازه نداره وارد بشه، که همین بغل دست ماست تو میدون، که قانون رشت فور لینکس رو نداریم که آخه. بعد چند بار باید بیایم تمرین کنیم توضیح بدم، باز هم به تکرار به مجدد هی این خطا رو تکرار میکنن تا اینکه بالاخره یاد میگیرن، یعنی مجبورن که یاد بگیرن، اگر یاد نگیرن که نمیتونن رانندگی بکنن. حالا دوباره میریم الان دم یه میدون دیگه، اونجا براتون دوباره اون یکی رو توضیح بدم. نگاه کنیم بچه‌ها، من میخوام برم سمت راست الان، اون شپرفل شهر رو که میبینید اونجا ما اجازه نداریم بریم روش، که اونو گذاشتن که ما یه ذره بزرگتر بپیچیم به سمت راست. بنابراین دقت کنید، یه میلیمتر چشامون رو این منور تکون بدیم، نگاه کنیم اونجایی که میخوایم بریم چه چیزی انتظار ما رو میکشه. بارها بهتون گفتم خب عابر پیاده داره میاد، یه ذره ترمز میکنم، سرعتم رو کم میکنم، در صورت لزوم وای میستم، تای خیابون رو نگاه میکنم، شورت بلیک هم کردم بچه‌ها، تای خیابون رو نگاه میکنم ببینم خط سمت راست من بسته است دیگه، خب چرا باید برم سمت راست؟ بعد یو چشام باز کنم ببینم اون تپ بسته است، دوباره یه بار دیگه خط عوض کنم. میدونی اگه یه ذره دیدمون رو وسعتش رو بیشتر بکنیم دیگه این دو بار خط عوض کردن رو نداریم. نگاه کنیم بچه‌ها، اینجا دوباره من میخوام که برم داخل میدون بشم و مجدد همین مسیر رو برگردم. برای عابر پیاده ما اینجا وای میسیم، برای عابر پیاده. حالا اگر عابر پیاده نبود و خواستیم برای ماشینایی که توی میدون هستن وایسیم، باید بیایم تا دم این خط و همونطور که گفتم کامل سمت راست قرار بدیم خودمون رو، که کمتر فرمون بدیم. خب همین که وارد میدون شدیم دیگه حق تقدم با ماه. حالا اگر کسی خطا کرد دیگه مشکل خودشه، ما تقصیری نداریم. حالا اون اولین خروجی بود، این دومین خروجیه، این سومین خروجیه، این چهارمین خروجیه و این پنجمین خروجیه. راهنما میزنیم، نگاه میکنیم کسی نیستش، میریم و من میخوام چراغو مجددا دارم سمت چپ که برگردم به همون میدون قبلیه. پس ما فهمیدیم که توی همچین میدونی یه جایی رو داریم برای عابر پیاده اول وایسی، بعد یه جایی رو داریم برای ماشینایی که داخل میدون هستن نگه داریم. خب چراغ قرمز، یه سری از بچه‌ها میان وای میسن دم چراغ، یهو تابلو رو میبینه، آمپل رو نمیبینه، حالا آمپل سبز من برم، بعد شروع میکنن به چپ و راست رو نگاه کردن برای اینکه فور فار گیورن بکنن، در صورتی که ما چراغ داریم دوستان. وقتی چراغ داریم تابلوها هیچ معنایی نداره، اینو دقت بکنی. اینو من بارها تو کلاسایی که با بچه ها دارم دیدم که بچه ها به جای اینکه آمپل رو ببینن تابلوها رو نگاه کردن. از همین دور وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون تابلوی فور فارت رو داریم، ما حق تقدم داریم به این خیابونی که میاد،
از سمت راستمون، بنابراین به مسیرمون ادامه میدیم دیگه. بعضی از دوستان منتظرن انگار یه نفر خطا کنه، همه ماشینایی که تو خیابون هستن بیان بزنن به ما. آخه چرا باید یه همچین فکری بکنیم؟ اصلا نیست همچین چیزی. دوباره رسیدیم به میدون. من میخوام که دریت آسفالتو برم بیرون، یعنی سومین خروجی. خب اگه آبر بود اینجا نگه میدارم. همه همین کارو میکنن، تنها ما نیستیم که. حالا یه ماشین از سمت چپ داره میاد، آبر پیاده مثلا رفت، من میام مجددا منتهی علیه سمت راست. چپم کسی نیست، سمت راستم که برام مهم نیست، میشه اولین خروجی. داخل میدون میمونم، این میشه دومین خروجی. اینجا راهنمامو میزنم و باز از سمت راست خارج میشم. اینجوری کمتر فرمون میدم. الان باز یکی دو سه تا میدون دیگرم براتون میگیرم، اونم باز همین توضیحاتون میدم تا یه خوده ای براتون ورود و خروج به میدون دوستان راحت تر بشه. دوستان دو سه تا میدون الان میخوام براتون بگیرم پشت سر هم. یه بار میخوام که از سمت چپ وارد میدون بشم و تصمیم گرفتم که این دو سه تا میدون رو ویدیو رو از داخل بگیرم که اگه بتونم فرمون دادن ماشین رو هم بهتون نشون بدم که موقعی که ما میخوایم وارد میدون بشیم، وقتی که خودمون رو سمت چپ قرار بدیم چقدر باید فرمون بدیم و اشتباهی که بچه ها میکنن رو هم بهتون بگم و اگه فراموش نکنم البته درست فرمون دادن رو هم بهتون نشون بدم. خب من از اینجا وایسادم که دوربین رو درست بکنم براتون خارج بشم. خب شورتبیلی که اون رو میکنیم، ماشین نیست، برمیگردیم تو خیابون. خب نگاه کنین دوستان، اون رو به روی یه دونه میدون هستش که ما میخواییم دومین خروجی رو یا در حقیقت سوایت آسفالت رو خارج بشیم. خب اینجا یه خط دوچرخه هستش، داریم هممون میبینیم. اگر دوچرخه اومد برای دوچرخه اینجا وای میسیم. من یه مقدار بیام جلوتر که شاید چون بهتر ببینید. حالا من خودم رو سمت چپ اینجا قرار میدم، این خط قرار میدم و میخوام وارد میدون بشم. خب حالا من سعی میکنم، نگاه کنید ببینید، من بچه ها اشتباهی که میکنم میان این جلو اینجوری شروع میکنم به فرمون دادن، انقدر فرمون میدن، بعد ماشین میاد اینور. فکر نمیکنم فرمون درست حسابی توش افتاده باشه، ولی من تلاشمو کردم دیگه. حالا شما دیگه به بزرگ خودتون ببخشید. باز حالا تو میدون بعدی سعی میکنم بهتون نشون بدم. من دوربینو یه ذره میارمش پایین‌تر. خب نگاه کنین، دوباره من میرم سمت چپ خودم رو قرار میدم. ببینید اشتباهی که بچه ها میکنن، میان این جلو بعد تا اون ته میرن، بعد شروع میکنن به فرمون دادن ماشین. نگاه کنین اصلا یه چیز خیلی بدی میشه. ولی وقتی که ما بخوایم سمت راست بریم، نگاه کنین میایم اینجا، این دستمون رو میاریم بالای فرمون، فرمون رو میکشیم پایین به همین راحتی. اشتباهی که بچه ها میکنن اینه که با دست چپشون فرمون اینجوری میارن بالا، عوض این که با دست راستشون اینجوری بکشن پایین فرمونو. خب حالا من این جلو سمت راست خودم رو قرار میدم. دوستان نگاه کنین دست منو، قشنگ من میام این بغل، این فرمونو یه ذره میکشم پایین، میام وارد میدون میشم. حالا میخوام همین مسیر رو برگردم، قشنگ تو میدون میمونم، یه کوچولو فرمون لازم دارم. باز موقعی که میخوام خارج بشم راهنمامو میزنم، باز از سمت راست دستمو میارم بالا، یه ذره فرمونو میکشم پایین، تموم شد به همین راحتی. مجدد همینو برمیگردم بهتون نشون بدم که وقتی که سمت راست وایسیم ببینید چقدر فرمونمون کمتره. نگاه کنید، حالا اصلا سمت راست راستم نرفتم، همین وسط هم که قرار بگیرم کار تمومه. اینجا برای دوچرخه وای میسیم، اینجا برای ماشینایی که تو میدون هستن، اگر از سمت چپ کسی اومد اینجوری فرمون رو یه ذره میکشم پایین و داخل میدون میمونم. موقع خروج دوستان راهنما به سمت راست میزنیم. اصلا در مورد میدون ما راهنما به سمت چپ نداریم. موقع ورود به میدون اصلا راهنما ممنوعه، تو قانون نوشته که ممنوعه. اینم آخرین میدون. حالا من اولین خروجی رو باز میخوام خارج بشم. اینجا یه ذره سرعتم کم میکنم، سمت چپم رو نگاه میکنم، کسی نیست، فرمون میدم، نمیرم روی اون قسمت وسط میدون، تو خط خودم میمونم و
خارج میشم از میدون. خب امیدوارم که چیزهایی رو یاد گرفته باشیم بچه ها و براتون آرزوی موفقیت دارم. باز هم ویدیو براتون میگیرم و تا اونجایی که بتونم کمکتون میکنم که خوب بتونید رانندگی کردن رو یاد بگیرید. مواظب خودتون باشین، تا بعد خدا نگهدار.